مطلب به دقت گوش کنین، اگه توجه کردین فایده میکنین، توجه نکردین در بستگی به خود شما داره فایده میکنین یا ضرر. ما تلاش ما میست که اگه بتانیم که در این شرایط محیط بسیار سالمی برای خانواده ها ایجاد کنیم با صحبت هایی که ما میگیریم. خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی. نوزاد در خانواده به دنیا می آید و اولین تعاملات خود را با محیط آغاز می کند. در این کانون اولیه اولین تأثیر و تأثیرات متقابل آغاز می شود و کودک کم کم در فرایند رشد و اجتماعی قرار می گیرد. اما طوری که روانشناسان معتقدن سالهای اولیه کودکی نقش بسزایی در رشد شخصیت و آینده او دارد، بیشتر طرحواره ها و شناخت های کودک از خود، اطرافیان و محیط در این دوران شکل می گیرد. میزان سلامت جسمانی و روانی کودک بسته به ارتباطی هست که خانواده با وی دارد و تا چه حد تلاش میکند نیازهای وو را برآورده سازد. کودکانی که در این سنین از لحاظ عاطفی و امنیتی در خانواده تامین نمیشوند، یادتان باشه که به انواع مشکلات مبتلا میشن. مشکلات کودکان اغلب با شیطنت ها، دروغگویی ها و عرف نشیدیدن ها شروع میشه و با توجه به وضع نابسامان خانواده به کارهای غیر قانونی و جنایات بزرگسالی منتهی میشه. سختگیری زیاد والدین یا بی‌توجهی آنها یا نازدادن‌های زیاد و بی‌حد و برآورده ساختن تمام نیازهای منطقی و غیر منطقی کودک شخصیت سالمی را به بار نمی‌آورد. سلامت خود خانواده، تعادل شخصیتی والدین و آشنایی آنها با اصولی که می تواند محیط خانواده را سالم تر سازد بسیار عایز اهمیت است. اهمیت خانواده مساوی می شود با سلامت خانواده و اجتماع. انحرافات خانواده، عدم سلامت روانی خانواده، مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده از لحاظ تأثیری که روی اعضای خود دارد، جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع می‌شوند و ویژگی‌های سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کردند وارد اجتماع می‌کنند. از این لحاظ سلامت یک جامعه، خوب دقت کنین بیدگروی، از این لحاظ سلامت یک جامعه به سلامت خانواده ها وابسته است. لامارک و روپلا و دیگران خانواده را مهمترین کانون می دانند که جامعه از آن تغذیه می کند. به این ترتیب فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود میپذیرد، با توشه‌ای که از خانواده خود دریافت کرده است، محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار میدهد. چون این تأثیرات علاوه بر مسائل پیرامونی جزئی، بلکه بر مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند. به این ترتیب به نظر میرسد که اصلاح یک جامعه، پیشرفت و ترقی آن از جنبه های مختلف تأثیر اصلاح خانواده، توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آنهاست. پس یاد ما باشد خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار میگیرد دارای اهمیت شایان توجه است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط خانواده است و حتی تأثیر پذیری فرد از سایر محیط ها می تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه‌گذار بخش مهم از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و ختمش زندگی آینده، اخلاق، سلامت
و حمل کرده فرد در آینده نقش بزرگ بر عهده دارد. با امید این که اگر روز هم فرزندان ما به اصطلاح به سن جوانی نرسیدن در خانه بیشتر با می باشن، باید یک تغییرات کلی باشید بریم محیط خانواده را قصه بسازیم که اجتماع را در نظر بگیریم، چون از اینجا اصلاح اجتماع چنان که شما در بالا شدین آغاز میشه. در تربیت اولادایتان هر قدر بیشتر بکوشید آینده چنان بیشتر تضمین کردین، و در شرایط کرونایی هر قدر که با فرزندانتان نزدیک شوین، اعتماد از اونا را به دست بیارین، بیشتر اونا را زندگیشان را تضمین کردیم. من با یکی از هموطنان دیروز صحبت میکردم، اونا شکوا و گلایه داشتن که مثلا فرزندشان احساس تنهایی میکنه، احساس ناامیدی میکنن، چی باید کرد؟ آیا واقعا به دکتر روانی نیاز است یا ای که اول از خانه شروع کنیم؟ اگر ما فضای خانه را تغییر بدیم، دوستانه بسازیم، عاشقانه بسازیم، صمیمانه بسازیم، شبهای اختصاص بدیم به شب قصه، شب فیلم، شب دیدار مثلا با اعضای نزدیک خانواده، این همو احساس تنهایی و احساس کمبود از بین میبره. و در عین زمان وظیفه ما شماست که در خانه، حتی اگر میدانیم که کرونا واقعا زمانگیر است، 5 سال، 2 سال، 10 سال دیگه دوام نکنه و اثرات بسیار منفی بالای روح و روان میگذاره، اما والدین باید بسیار قوی باشن و هیچ وقت احساس ناامیدی و ترس از حالت کنونی نکنن. برای از اینکه مخصوصا بیدگرامی ما و شما روزگاری را گذشتاندیم که گرسنگی را گذشتاندیم، جنگ دیدیم، تبایی را دیدیم، راکت دیدیم، در دشت ها شب ها را رفتیم، گرسنه بودیم، هزار مصیبت و بدبختی را دیدیم. حال ادقل اگر مشکلات تازه برای ما و شما بوجود میه، توانمندی از امور داریم که با این مشکلات جدید ما شما مبارزه کنیم، مقاومت کنیم. اما نسل جوان ما، مثلا جوانان ما که در بیرون بزرگ شدن، اینا چیزا رو ندیدن، اینا با مشکلات زیاد عادت ندارن. اینا وقتی که باید یک مشکلات برابر میشن که زندانی خانه های خود میشن، از بیرون رفتن محروم میشن، محیط مکتب برشان اتاقشون میشه، درس از خانه میخوانن، جایی رفتن میتونن، اینا روزگارش بسیار مشکل است برای از اینا که اینا مقاومت کنن و بپذیرن که نی آینده خوب در انتظارشان است. پس وظیفه همگی همیست که محیط خانه را تغییر بدیم و با اطفال خود بسیار صمیمی و مهربان باشیم. خب بیدار گرامی، مناز جانه که همگی شما میشناسیم، مناز جان عالم، گردانندی موفق برنامه نگینه ها، جوانی که برنامه خدا 13 سال داره و سال گذشته ماه مبارک رمضان هموطنان ما در کانادا بسند در تورنتو با مناز جان بودن، امسال پیامی برای سال نو داره، ولی من فکر میکنم که آمادگی های زیادی هم برای نوروز، برای ماه مبارک رمضان هم گرفته، بخصوص که امسال رمضان ما باید دو برنامه افطاری داشته باشیم، یک برنامه افطاری می داشته باشیم برای اروپا و یک برنامه افطاری برای کانادا و برای تورنتوی ما. بین پیام مناز جان به مناسبت نوروز چی است؟ بهار میاد. چی وقت ده کجا؟ سلام دوست عزیز، من مناز عالم یک پیام خاص دارم برتان. برنامه های زیبای تلویزیون جهانی امید 24 در شب نوروز فراموش نکنین، به خصوص برنامه نگینه ها. They say that spring's coming. Where? When? Hello friends, I'm Mناز Halim, have a very special message for you all. Don't forget to watch the incredible TV shows on Omid TV 24 on Nowruz Eve, especially the Nigina Ha show. Tashakkar, thank you.
و در برنامه بهاری ما برای اروپا هنرمند خوشخان، هنرمند محبوب همگان، بانو حوریه عزیز با شما با قصه‌های بسیار جالب و خاطره‌های بسیار جالب مهمان خانه های شما خواهد باشد. اگر دل از بر حوریه جان رفته یادتون باشه که بسیار خاطره ها رو برای شما در شب سال نو زنده می سازه. برنامه سال نو ما بیندان گرامی چون امسال باز هم سال نو کرونایی است، بیشتر یادها و خاطره ها و قصه هاست. خب موسیقی هم داریم و موسیقی هم می باشه و دوستایی که می خواهند در شب سال نو با ما برنامه داشته باشن یا می خواهند که شرکت کنن، اصلا از اروپا یا از امریکا یا از کانادا، لطف کنن تماس بگیرن تا ما وقت را تعیین کنیم که با اون دوستان ما برنامه را برشان عیار بسازیم. و شب سال نو با وجود تمام مشکلات که هست شب بسیار خوب خواهیم ساخت با هم در همکاری با هم دیگر. ما برنامه های شب سال نو ما ساعت 12 هفته آینده احتمالاً شروع میشه. ساعت 2 با خانم حوریه عزیز هستیم. چقدر دوام میکنه نمیفهمیم. با دنبال از اون باز هم ما برنامه هایی داریم تا بتانیم یک شب را حداقل 10-12 ساعت با هموطنان خود در برنامه های نوروزی باشیم و فراموش کنیم دنیا را و یک روز را فارغ از تمام حرف ها لبخند بزنیم و از زندگیتان مملو از لبخند و شادمانی و خوشی باد. قانون خانوادگیتان همیشه گرم باد. جاویدان سبز باشین. یادتان باشه در هر کجایی که هستین با ما باشین. ساده ترین چیز که شما میتونین وبسایت تلویزیون www.omedtv24.com در تلفن هایتان داشته باشین، در یا لپتاپ هایتان، هر کجایی که شما بودین و خواستین که حال و احوای وطن خود داشته باشین، پس با ما باشین. وقتی با ما بودین باور کنین که همگی یک جا هستیم. تا دیدار بعد که احتمالا فردا با یک برنامه متفاوت میباشیم. ما بعد از این برنامه روز شنبه را برای شما سرپرایز نگاه میکنیم بیندای گرامی که نفهمین که ما چی برنامه داریم، ولی برنامه جالبی را براتون تهیه خواهد کردیم. تا اون موقع حافظ حقیقی نگهداری یکایک شما سروران گرامی باد.